زن و شوهر جوانی روی نیمکت روبروی منظره ای نشسته بودند و با هم میخندیدند. زن میگفت پارسا جدی میگم، من دلم دختر میخواد. و مرد میگفت یک سال دیگه صبر کن، شاهین 7 سالش بشه بعد. و نیلوفر میگفت واقعا یک دنده ای، ولی از حالا گفته باشم اسمش رو شاهین میذاریم. پارسا گفت هرچی تو بگی، ولی من شناسنامش رو که گرفتم میبینی که اسمش در شناسنامه شادونه است. نیلوفر دوباره گفت نه، حتما شاهین، با شاهین خیلی هم جور در میاد. و پارسا گفت هرچی تو بگی، ولی واقعا شاهین و شادونه به هم میاد. نیلوفر دستش رو دور گردن پارسا حلقه کرد و گفت همین که من میگم، شاهین و سلام. ناگهان تلفن پارسا زنگ خورد و پارسا جواب داد که آره، من و نیلوفر تو پارکی، شاهین خونه پدر بزرگشه. و مکسی کرد و بلند شد و چند قدم راه رفت. بعد مثل یک ربات برگشت و کنار نیلوفر نشست و گفت حالم خرابه. نیلوفر گفت چی شده؟ پارسا گفت خبر بدی بهت دادن، پاشو بریم خونه مادرت. و از نیلوفر خواست که اون رانندگی کنه. نیلوفر گفت بگو چی شده؟ پارسا زد زیر گریه. نیلوفر گفت پدر مادرت چیزی شدن؟ پارسا گفت نپرس، عزیزم رو از دست دادم. نیلوفر مضطرب پرسید نصف جون شدم، بگو چی شده؟ پارسا گفت حالا میگم. و دوباره گریه کرد. وقتی مقابل خانه پدر نیلوفر رسیدند و اتومبیل را پارک کردند، پارسا به نیلوفر فهماند که مادرش از دنیا رفته و حالا این نیلوفر بود که با صدای بلند گریه میکرد. و بعد وارد خانه مادرش شدند. مدتها گذشت. یک روز صبح نیلوفر با آرامشی که مدت‌ها ازش دور بود کنار میز صبحانه کنار پارسا نشست و گفت خواب مادرم را دیدم، تو بهشت بود کنار حضرت خدیجه، حضرت مریم، فاطمه، زینب، شاد بود و به من می‌خندید. پارسا گفت اگر غیر از این بود تعجب می‌کردم. نیلوفر گفت چطور مگه؟ پارسا گفت بذار یه راز رو برات بگم. وقتی 28 سالم بود و مجرد بودم، یک روز با دوستان به کوه رفته بودیم و من که از خانواده‌ای فقیر و مذهبی بودم، برای مدتی با زنی که خیلی امروزی و راحت بود تنها شدم. شوهر زن یک نظامی بود که همیشه مأموریت و زن زیبا هم آزادانه برای خودش برگذرانی و تفریح میکرد. من وسوسه شدم که گولش بزنم و بهش گفتم با خیال راحت به کوه میای، شوهرتم با دوست دخترش مشغول خوشگذرانی و تفریح است. زن گفت ما ایرانی هستیم و یک ایرانی نجیب هرگز به همسرش خیانت نمی کنه. من کمی عقب نشینی کردم، ولی بعد با پررویی دوباره سر حرف رو باز کردم. آنقدر روی زن تأثیر گذاشتم که تقریبا باور کردم مخش را زدم، به طوری که او با من قرار بعدی گذاشت. چند روز بعد در رستوران منتظرش بودم. او با مردی تقریبا میان سال سر قرار آمد و گفت ایشون شوهر من هستن. من که جا خورده بودم با نگرانی سلام کردم و 3 نفری دور میز نشستم. مرد گفت همسر من از شما خیلی تعریف کرده و گفته که قصد ازدواج دارید. من با تعجب گفتم دارم، ولی امکانات ندارم. مرد گفت یه زمانی منم پول امکانات نداشتم، ولی حالا دارم. علاوه بر اون یه دختر زیبا دارم که خیلی شبیه این همسرم هست و عکس تو رو که 14 سال داشتی نشانم دادن. من با خودم گفتم حتما این زن و شوهر سر سفره حلال بزرگ شدن، ولی هرچه من تا حالا خورده هم شبهه داشته.
اگر نمیگم حرام، فقط به خاطر اینه که خدا شما رو سر راه من قرار داد و من با خانواده به خواستگاری تو آمدم. نیلوفر مکس کرد و خیلی جدی گفت: یعنی تو میخواستی مخ مادر منو بزنی؟ گفتم آره، ولی مادرت خیلی مرد بود و پدرت جوان مرد. نیلوفر گفت: همه میگن سر خاک سپاری مادرم موقعی که برای آخرین بار کفن رو از روی صورتش کنار زدند، تو دستات رو با آسمون کردی و چیزی گفتی. چی گفتی؟ دعا کردی؟ پارسا گفت: رو به آسمان گفتم خدایا، هرچه عبادت کردم وظیفه‌ام بوده، ولی اگر ثوابی داشته همه را به این زن بده و او را با خوبانت محشور کن که مرا عاقبت به خیر کرد. بهشت کمترین حق مادرت بود. تا بعدی دیگر، بدرود.